این روزها موضوع تلاش های دیکتاتوری آخوندی برای بکارگیری عناصر نفوذی خودش در ارگان های دولتی آمریکا و اروپا در برابر افکار عمومی مطرح است و هر روز پهنه های جدیدی از اون افشا میشه. یکی از این پهنه ها چرخه شیطانسازی علیه مقاومت ایران هست که در برنامه امروز همراه هستیم با آقای احمد فروغی که این موضوع رو دنبال کنیم. با سلام به شما و خیلی خوش آمدید. سلام بر شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، در خدمتتون هستم. بله، در یکی از ایمیل هایی که از طرف عدنان طباطبایی، یکی از همین مزدوران نفوذی در آلمان، به وزیر خارجه قبلی رژیم جواد ظریف نوشته که اینطور نوشته شده: پیشنهاد ما می تواند این باشد که ما به عنوان یک گروه روی یک مقاله در مورد مذاکرات جاری کار کنیم، سپس پیشنویس خود را برای شما می فرستیم. این می تواند کاملا در اختیار شما باشد. به عنوان مثال می تواند به نام یک مقام سابق از طریق CSR یا IPIS منتشر شود، البته بعد از اینکه شما و تیمتان این متن را اصلاح کردید. نظر شما در مورد این ایده چیست؟ بله، این متن ایمیل این فرد هست به وزیر خارجه سابق رژیم، یعنی جواد ظریف. حالا سوال اینه که این عناصر نفوذی این روش ها رو، یعنی مشروعیت بخشیدن به رژیم و شیطان سازی علیه مجاهدین و همینطور آلترناتیو شورای ملی مقاومت، به چه صورت پیش میبرن؟ ببینید، قبل از اینکه به چرایی و به چگونگی اجرای این سناریویی که توسط این مزدوران پیش رفته بپردازیم، فکر میکنم نیاز باشه اشاره‌ای به چرایی اون داشته باشیم. چراییش ناشی از نیاز واقعی رژیم ولایت فقیه و جبهه مماشات با این رژیم ضد بشری هستش. یعنی شما تصور کنید یک رژیمی است که در سطح داخلی منفور و هیچ به اصطلاح مقبولیت اجتماعی و سیاسی و تاریخی نداره در داخل ایران و همه خواهان سرنگونیش هستند، در صحنه بین المللی هم یک رژیم بسیار منفور، جزامی و کسی نزدیکش نمیتونه بشه به هویت همین به اصطلاح ولایت فقیه و دیکتاتوری مذهبی که از خودش ارائه داده و افکار عمومی جهان میشناسه اونو. بنابراین این جبهه مماشات و همچنین رژیم آخوندی نیاز داره که چهره رژیم رو و دستان خونالود رژیم رو در سطح بین المللی و افکار عمومی بین المللی به نوعی بزک کنه و به نوعی به اصطلاح بلندگوهای پیدا کنه که بتونن حرفهای رژیم رو اما از زبان غیر از ظاهرا رژیم به اصطلاح مطرح بکنن و خط و خطوط رژیم رو پیش ببرن. این هم یک روش الگوبرداری شده یا شناخته شده از باندهای مافیایی به اصطلاح جنایتکار در رابطه با پولشوییه. یعنی مکانیزم هایی رو، چرخه‌ای رو به اصطلاح ایجاد میکنن که بتونن اون پولی که از طریق جنایت و به اصطلاح راه های غیر قانونی به دست آوردن بتونن مشروع جلوه بدن و بتونن استفاده های لازم رو ازش بکنن. در این رابطه رژیم آخوندی این به اصطلاح کیس مشخص و شبکه‌ای که جدیداً به اصطلاح افشا شده و لو رفتم اولین تجربهش نبوده و این تجربه رو در سایر موارد هم در گذشته ازش دیدیم. من جمله اگر خاطرتون باشه ماها پیش بود که در جریان افشا شدن افتضاح قطرگیت در پارلمان اروپا مشخص شد که اونجا یک به اصطلاح کارشناسی تحت عنوان دستیار یکی از فراکسیون‌های پارلمانی در پارلمان اروپا کار می‌کرد به اسم، فکر می‌کنم، ادور مدودوف، که این کارش جدا از پیشبرد خط و خطوط رژیم در رابطه با دیپلماسی رژیم در سطح بین‌المللی و برجام و الی‌آخر به طور اخص ضدیت کور و لجن پراکنی علیه مجاهدین بین نمایندگان پارلمان اروپا و پیشبرد خط رژیم در خدشه وارد کردن به چهره مقاومت مشروع مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک بوده. بنابراین این یک نیازه که جبهه مماشات برای اینکه بتونه با رژیم آخوندی دست بده و خود رژیم آخوندی برای اینکه بتونه ادامه حیات خودش رو بتونه در عرصه بین المللی خودش رو عرضه بکنه، این نیاز اونها از یک طرف، و از طرف دیگه کسانی که تن به این خودفروشی یا
مزدوری میدن پولیه که از این رژیم دریافت میکنن. اما در رابطه با خود چرخه به طور واقعی روی این کیس مشخص، یعنی به اصطلاح همین طرح کارشناسان ایران، دو تا هدف مشخص رو با این شبکه رژیم آخوندی پیش می‌برد. یکی در راستای تبلیغ و ترویج سیاست‌های رژیم در رابطه با برجام و پروژه‌های اتمی رژیم و مشروع جلوه دادن اون و پیشبرد خط و خطوطش تو سطح به اصطلاح مجامع بین‌المللی، و پایه دیگر این طرح زدن به آلترناتیو مستقل و دموکراتیک شورای ملی مقاومت و خدشه وارد کردن به اون. چرا که تای خط این حرف رو اینا میخوان توی به اصطلاح مخاطبین خودشون القا بکنن که این رژیم میشه باش مماشات کرد به دلیل این که به اصطلاح تای خط آلترناتیوی نداره و بعد به نحوی با این رژیم ساخت و تن به باج شغال داد. حالا لازمه این چیه؟ لازمه اینه که زیرا به آلترناتیو اصلی و واقعی و توی صحنه و تعیین کننده در داخل ایران رو زد که باشه آلترناتیو مستقل و دموکراتیک شورای ملی مقاومت و مجاهدین. در این رابطه خط مرحله چرخه کار به این ترتیبه که خط مدیریت و به اصطلاح پشتیبانی و تأمین مالی از به اصطلاح اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت خارجه رژیم آخوندی تأمین میشه و پشتیبانی میشه و اداره میشه. در این رابطه قابل توجهه که یکی از در ظریف که وزیر خارجه سابق رژیم موقعی که وزیر خارجه بود در پاسخ به یکی همین مزدوران به اسم عدنان طباطبایی میگه به نظر من بهترین کار این است که این مقالات یا مقالات وارده به نام افراد مختلف ایرانی و غیر ایرانی خارج کشور و همچنین مقامات سابق منتشر شود و توضیحات به اصطلاح ادامه همین توضیحات. یعنی پس تأمین مالی و خط و خطوط و محتوا رو اطلاعات رژیم و وزارت خارجه مشخص میکنه و وجوه مربوطه رو به طرفهای مربوطه پرداخت میکنه و اونها رو توجیه میکنه. در همین رابطه قابل توجهه که ایندیپندنت انگلستان نوشته بود که در رابطه با تعدادی اعضای این شبکه نوشته بود آریان طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ همگی در مقطعی از اعضای گروهی به نام ابتکار کارشناسان رژیم ایران بودند که علاوه بر حمایت کلی آنها از دیپلماسی بین غرب و رژیم ایران، این ستن به عنوان منتقدان سازمان مجاهدین خلق شناخته می شوند. حالا مثلا یه نمونه از این منتقدان ببینیم چی راجب مجاهدین میگه. دینا اسفندیاری میگه اگر یک چیز وجود داشته باشد که ایرانی ها در همه جا خارج و داخل بر سر آن توافق داشته باشند، این است که سازمان مجاهدین یک آلترناتیو نیست. اصل حرف، یعنی اینکه جبهه مماشات و ارتجاع آخوندی از دشمن اصلیش، از جایگزین اصلیش و واقعی تو صحنه‌اش یعنی مجاهدین خلق میترسه، بنابراین پناه میاره به گرفتن این مزدوران برای پیشبرد خطش تو سطح بین‌المللی. در مرحله بعد این شبکه برای نکبت زدایی از این رژیم پلید تو مجامع مربوطه میاد در کشورهایی که درش اقامت دارن در برقراری ارتباط با افراد به اصطلاح زینوفوز یا مراجع زینوفوز، جاهایی که میتونن تأثیر بذارن تو سیاست‌های اون کشور، تلاش میکنن ارتباطات برقرار بکنن. این ارتباطات رو در مرحله بعد طبعا نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان کارشناس مسائل ایران تو گیومه، یا میرن انجمنها و تشکلاتی میزنن تحت عناوین مختلف، من جمله همین عنوانی که بهش اشاره کردیم طرح کارشناسان ایران، ثبت قانونی میکنن که بتونن توجیه قانونی و دفاع لازم هم ازش بکنن. بنابراین ظاهر قضیه اصلا از رژیم خبری نی، بلکه افرادی هستند که تو خارج ایران مستقر هستند و تشکلهایی هستند که متعلق به کشورهای بیرونی هستند، ولی حرف رژیم رو رله میکنن و خط و خطوط اون رو پیش میبرن. در مرحله بعد چیکار میکنن؟ در مرحله بعد دیگه همین رو به صورت محتواها و مقالات مختلف منتشر میکنن و رژیم هم پشتشون هستن. حالا در اگر یه موقعی مثل این بار لو رفتن و ضربه خوردن، اینقدر رژیم از این تشکلات و از این افراد
میتونه به راحتی جایگزین بکنه و این ریل نکوهتدایی از رژیم آخوندی رو ادامه بده. بله. سال بعدی ما این هستش که ارگان‌های رژیم مدعی شدن که این عملیات نفوذ که در ارگان‌های دولتی دوایر غربی هست نشان از قدرت رژیم هست. شما در این مورد چه نظری دارید؟ ببینید، شخصا من فکر می‌کنم که اینکه کی تو کی نفوذ کرده این نیاز به زمان داره تا مشخص بشه، ولی این حاشیه قضیه است، این چیز مهمی نیست. تنها چیزی که رژیم بهش دامن میزنه که بخواد قدرت نمایی بکنه، اصل موضوع و اصل دعوا اینجاست. اصل چیزی که اینجا بارز میشه بیش از همه اینجاست که موضوعیت این شبکه‌ها برای چیه. موضوعیت اون از یک آلترناتیو جدی و مستقل و مقتدر ناشی میشه که نه رژیم آخوندی و نه جبهه مماشات در یک مبارزه سیاسی واقعی از پسش بر نمیاد. بنابراین مجبور با ایجاد کردن چنین شبکه‌هایی با چنین شیوه‌های مافیایی بتونه چیکار کنه، بتونه خط و خطوط به اصطلاح سیاسی خودش رو پیش ببره. ببینید، در همین کهکشان اخیر امسال که داشتیم، با وجود تمام موانعی که ایجاد شد، پرشکوه‌ترین و با عظمت‌ترین کهکشان و اکت‌های سیاسی از جانب مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک انجام شد. همچنان که می‌دونیم بیش از 3000 نماینده پارلمانتار از بیش از 30 کشور مهم دنیا از پلتفرم مقاومت ایران طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کردند. بیش از 130 تن از رؤسای کشورها، رئیس جمهورهای سابق، نخست وزیران از همین طرح حمایت کردند. و اون تظاهرات بزرگ ایرانیان مقیم به خارج کشور که در پاریس شاهدش بودیم. حالا این رو شما مقایسه بکنید با همین نامه مثلا ظریف که التماس میکنه، دریوزگی میکنه به یک مزدوری که با خودفروشی میره بخواد یه مقاله 2000 کلمه‌ای براش بفرسته. وزیر خارجه این کشور دنبال اجیر کردن مزدور برای انتشار چنین مقاله. بنابراین جایگاه قبل از هر چیز، این واقع نشون دهنده جایگاه آلترناتیو مستقل و دموکراتیک مردم ایران و دریوزگی رژیم آخوندی از طرف دیگه است. حالا این مزدوران هر چی دلشون میخواد در توصیف نقاط قدرت یا هر چیز منتسب به این رژیم پلید عنوان بکنن. یادمون نمیره، تاریخ یادمون داده که حتی رژیم شاه که متکی بر ساواک منفورش توصیف میکردن، در مدت کوتاهی چه بر سرش اومد. همین سرنوشت در انتظار رژیم پلید آخوندی هم هستش. بله. با تشکر از شما آقای فروغی از اینکه در این برنامه شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. خدا نگهدار. تشکر از شما.